شما فرض کن یه خط عام زنگ زدم که هیچ کس هم نمیتونه ردشو بگیره. آقا این آدم شما که امشب همه چی رو خراب کرد که دختر سالار گروگان گرفت. بله الان تو کلونتریه. من به شما گفتم به این شرط به شما کمک میکنم که ردی از من نمونه. گفتی پول بده ما میکشیمش پایین. گفتی یا نگفتی؟ من آخرین پولم به حساب این آدم شما میریزم. دیگه این گوشیم هم جواب نمیدم. خودم هم گم و گور میکنم. شما فقط یه لطفی در حق من بکن. این گند رو پاک کن. اسم من از همه جا پاک کن. اصلا آقا از این لحظه هیچ رابطه بین من و شما نیست. خوبه؟ این کار رو بر حق من میتونی بکنی؟ ممنونت میشم. ببینم شما سر این دو کلم حرفتون باقی میمونید یا نه. باش. الو نازنین. نه مسئله ای نیست. من خودم بهت گفتم هر وقت دلت خواست میتونی تماس بگیری. چی شده؟ باورم نمیشه اینجوری ترسیده باشم. اکثر وقتا فکر میکنم ازش متنفرم.
خیلی شبا شده که دیر اومده خونه. وقتی خواب بودم اون روزا بود و نبودش واسم فرقی نداشت، ولی این که گفته امشب نمیاد انگار میدونم داره چی کار میکنه. بعد اتفاقایی که امروز افتاد دارم دیوونه میشم راهلا خانم. سلام. خدا رو شکر سالمی. حالم خوش نیست، میرم تو اتاق. خیلی برات یه چیزی بیارم بخوری؟ نه، میخوام بخوام. حسین، اتفاق تازه ای افتاده که من ازش بیخبرم؟ باید باش حرف بزنم. چیزایی شنیده که نباید. آخ 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 آخ. خیلی نامرد بوده. درد داره؟ بله قربان. از امشب دیگه قربان فکر و ذکرم شده گرفتن جاسه. آخ 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 آخ. من یه عمری اینجوری زندگی کردم. توصیهش نمی کنم. دیدی که باز از چنگ مادر رفت. مثل همه این سالا. با اون نیشخندش باز از دستم سر خورد و رفت. میگیریمش قربان. میگیریمش. آخ آخ. آره یه روزی، ولی من فکر میکنم که پیچیده تر از این حرف هست. من فکر میکنم زدیم وسط لونه زنبور سورتیج، جاسم، سالار، حتی پوردرجو. چرا سالار شکایت نکرد؟ قربان مطمئن سالار همدست جاسم بوده؟ اون داووده، خودشه. حیف که فقط مدرک ندارم جز یه چاقو و یه زخم روی دستش با یه سری خاطرات محو. آزم مف مفت دستم در رفت. اما تو امشب معرکه بودی پسر. جدی میگی قربان؟ آره خیلی خوب بودی قربان. میدونی تو این چند وقت اولین بار دارین ازم تعریف میکنین؟ آخرین بارم هست. بله. پاشو برو دنبال کارت. چشم. ببخش. پدر دختر چقدر حرف داشتین واسه زدن؟ لیلا همه چیزو فهمیده. همه چیزو یعنی چی؟ یعنی همه چی. انگار این یارو جاسم بیشتر از خودم از راز زندگیم با خبره. به لیلا گفته که دخترمون نیست. همینطور خیلی چیزای دیگه از گذشته من که حتی خودم هم ازش بیخبرم. واسه همین تو کلانتری ازم خواست که بذارم جاسم بره. من باهاش حرف میزنم. از کجا معلوم که همه حرفایی که اون آدم زده راست باشه؟ لیلا باید بدونه که تو همه این سالها همه چیز زندگی ما بوده.
همه چیز زندگی ما هست. میگفت باورم نمیشه که شما پدر مادر واقعیم نیستین. به هم ریخته بچم. عزیزم دیدم دم درم نمیتونه تو چشای من نگاه کنه. باید همون 10-12 سال پیش بهش میگفتیم. فکر میکردم میتونیم برای همیشه این راز رو بین خودمون نگه داریم. حسین، لیلا دختر ماست. قبلا چیزی نبوده که ما بدونیم و نخواهیم بهش بگیم. نگرانشم. این بار برای شونه‌های اون خیلی سنگینه. نشکن بچه. هرچند یه چیزی امروز بین ما شکست. حسین، تو همه این سالها تو همیشه حواست بوده که این بچه چطوری نگات میکنه. حواس جفتمون. اما تو یه جوری زندگی کردی که به نظر این دختر کوچولوی تازه وارد بی نقص باشی. وقتی وارد اتاق میشد، حتی وقتی 4-5 سالش بود، بلند میشدی صاف میشستی. یه ذره قوز کردن و راحت بودن رو به خودت حروم کردی. شمرده حرف میزدی، درست حرف میزدی، درست غذا میخوردی، بهتر لباس میپوشیدی. اصلا با لیلا تو آدم بهتری شدی، خیلی بهتر. از چشم اون بچه خودتو میدیدی، به خودت سخت گرفتی. اینو من میتونم شهادت بدم که تو همه این سالا نگاتون میکردم. من اعتمادش از دست دادم. برش گردون. چطوری؟ مثل همیشه. تو همیشه رو اصولت بودی. همون پدری باش که بودی. همون مردی که من عاشقش شدم. امروز بدترین و سخت‌ترین روز زندگیم بود. میتونست از این بدترم باش. از اینم بدتر. حسین، همینقدر که این بچه الان صحیح و سالم تو اتاقش خوابیده، یعنی به خیر گذشت، یعنی تموم شد. بدترین و سخت‌ترین روز زندگیت هم تموم شد. مگه ممکنه روزی سخت‌تر از امروزم وجود داشته باشه؟
لیلا بشین کارت دارم. به مادرت گفتم زودتر بره چون میخواستم تنهایی با حرف بزنم. پدر و دختری. پدر و دختری. ببین اگه تا حالا بهت نگفتیم برای که نمیخواستیم بهت آسیبی برسه. در تموم این سالا مادرت میخواست چند بار بهت بگه ولی من نذاشتم. وقتی همه چی داره خوب پیش میره دلیلی وجود نداشت بهت بگیم. کاش خودتون بهم گفته بودیم. ولی تمام دیشب نخوابیدم، همش داشتم به حرفاتون فکر میکردم. میگفتین دخترها زودتر عاقل میشن، میگفتین همه پشتوانه ای منی. من اگه قرار باشه 10 بار دیگه هم به دنیا بیام، اگه توی این 10 بار قرار باشه یه نفر به عنوان پدرم انتخاب کنم، اون یه نفر شمایید. ولی قبول کنید شنیدن یه همچین حرفی اونم تو سن 27 سالگی دیگه، زمانی که فکر میکنی یه تصویری از خودت داری دیگه، بالاخره خیلی سخته، همه چیزو به هم میریزه. دارم سعی میکنم باش کنار بیام. ببین لیلا اگه تا حالا بهت نگفتیم واقعا فکر میکردیم تو دختر مایی. چه فرقی میکنه که موقع تولد کی کنارت بوده؟ تو از وقتی که یادت میاد ما بودیم، همین بس نیست؟ دارم خودم با همین چیزا قانع میکنم، اما یه چیزی ته دلم همش میریزه پایین، انگار همه گذشتم رفته تو تاریکی. نمیدونم الان این چیزایی که دارم بهتون میگم شما اصلا درک میکنید یا نه. اگه یه نفر باشه که بتونه این گذشته تاریک رو درک کنه، یه نفر منم. مگه اینکه نه، من که اصلا نمیگم به فراموشی شما شک دارم. شما هنوزم امن‌ترین آدم جهانی برای من. مهم نیست پدر اصلیم باشید یا نه، به خدا مهم نیست. من فقط به یه چیزی شک دارم. چطور تو این همه سال دنبال هیچ گذشته ای نرفتین؟ فکر میکنی نرفتم؟ رفتم. هیچی نبود. هیچی. انگار یه پاکون برداشته باشن و رد همه چی رو پاک کرده باشن. گفتم شاید یه نشونه است برای دور شدن از هر چی که بوده، برای یه زندگی تازه. اما دیشب یه چیز دیگه شنیدم. من هر چی که گشتم فقط همون چیزی رو به یاد دارم که توش به هوش اومدم، هم دیمشک. ولی پلیس یه چیز دیگه ای میگفت. خرمشهر. من اصلا هیچ وقت خرمشهر نبودم. من باید دوباره راه بیفتم، قدم به قدم، ایستگاه به ایستگاه. من با این ذهن آشفته. اگر از یه آدم امن بخوایم بره بگرده چی؟ نه رأی مالش خوش نیست، وگرنه از اون میخواستم. من که کسی دور برم نیست. شاید یه آدم دورتر. یه آدمی که قبلا حسن نیتش رو ثابت کرده باشه. آقا پسر
حس که بسکتبالت از فوتبالت بهتره ها. آقا شما جنبه برد داشته باش. لبکت خروس میخونه آقا سعید. دیشب تا صبح نتونستم بخوابم. باز دیگه چرا؟ همش داشتم به حرفای تو فکر میکردم. اینکه گفتی خودتو جمع کن یه جوری باهاش صحبت کن. به اون فکر میکردم. شازده خانم. خب برو باش حرف بزن دیگه. بابا مگه الکیه؟ همین جوری که نمیشه برم باهاش حرف بزنم. هزار بار جلو آینه تمرین کردم. تمام روش‌های تاثیرگذاری کلامو با خودم مرور کردم. میدونی مهران، میخوام یه جور تاثیرگذار باهاش حرف بزنم. میگم. تا آخر امروز بهش میگم. حالا انقدر این روش‌های تاثیرگذار رو تمرین کن تا دیر بشه یکی دیگه بیاد از چنگ درش بیاره. سلام. دیر کردم. نه من زود رسیدم، یکم عجله کردم. بشین راحت باش. چقدر خوشحالم که برای تغییر زندگی این روزات اینقدر عجله داری. دیشب که بهت گفتم صبح بیا باور نمی کردم که اینقدر زود قبول کنی و بخوای همه چی رو تغییر بدی. عینک تو بردار. آخه چشام. اصل اول باید خودتو همینجوری که هستی قبول کنی، چون فقط اینجوری میتونی به خودی که الان هستی کمک کنی که خود بهتری بشه. دیشب نخوابیدی. هر بار که چشامو بستم اشک حلقه میزد تو چشام. تا صبح گریه کردم. منم دیشب وضع بهتری نداشتم. یعنی در واقع یکی از بدترین شبای زندگیم بود. چیزی شده راحل خانم؟ خب میگفتید اومدنمو کنسل میکردم اینجوری که... عصر دوم با زانوی غم بغل گرفتن چیزی درست نمیشه. باید برای خودت هدف مشخص کنی، بری به طرفش. حتی اگه همه گرفتاری‌های عالم جلو رود قد علم کنن. آخه اینجوری که خیلی بد شد. روز اولی این شکلی. منم مثل همه آدمایی که تو این اتاق میان زندگیم پستی بلندی داشته و داره. تو فقط یه روز آروم شدی دیا. ولی قرار نیست من بشکنم. به همه آدمایی هم که میان تو این اتاق ثابت میکنم که لذت مبارزه خیلی بالاتر از راحتی تسلیم شدنه. ببینم تو میخوای پسرتو به زندگی برگردونی یا نه؟ من فقط به همین دلیل زندم. میشه بگید یه لیوان آب برای من بیارن؟ صبر کن ببینم. صبر کن. بده من اونو. بده. نه دیگه نشد. تو باید خودتو دوست داشته باشی. با این قرصا دردی دوا نمیشه. فقط افسردگی تو میذاره پشت یه دیوار سست که هر لحظه ممکنه رو سرت خراب شه. تو باید خودت خوشحال باشی، نه اینکه اینا مجبورت کنن. فقط وقتی خودتو دوست داری میتونی به دیگران اهمیت بدی، حتی اگه اون دیگران بچه خودت باشه. اسمش چی بود؟ کامیار. کامیار وقتی ببینه تو سر پایی میتونه به سر پا شدن خودش امیدوار باشه. اول باید از خودت شروع کنی.
خانم سالار، با توجه به اینکه بچه ما ناشنوا هستن و درست جمله سازی و انشا ضعف دارن، من یه جزوه رو آماده کردم که میخواستم با صلاحیت شما تکثیر کنم در اختیار همکارا قرار بدم. خیلی هم خوبه، دست شما درد نکنه. پس به تعداد تکثیر کنید. باشه. ممنون. باشه. سلام خانم خلیلی. سلام قیسم. خسته نباشید. یعنی همون 3-4 جلسه کلاس کافی بود؟ کلاس ها تعطیل شد؟ خانم معلم به این زودی شاگردشو فراموش کرد؟ یکم ذهنم درگیره این روزا. خب پس میذاریم برای یه وقت دیگه. نه مهم نیست. اتفاقاً این جز معدود چیزاییه که سر حالم میاره. تمرکزم وقتی که با این زبون حرف میزنم بهم کمک میکنه کمتر به چیزایی دیگه فکر کنم. به این زودی رسیدیم به این جای سخت؟ این یه زبون کامله. دیگه سخت یا آسون بودنش بسته به هوش خاص خودتون. کافیه که قبول کنم باهوشید. خوبه. حرفایی که زدم یادت نره. حتما. فردا منتظرت. میبینم اتون. خوش آمد. خدافظ. سلام. سلام. بیا تو. سلام خانم خوشگله. چطوری تو؟ حالی جان، چه خبر؟ برگشتم خونه. هیچی به هم نمیگه. فقط گفت میتونی بیای بالا سر بچهت. خب این پیشرفت خیلی خوبیه نیست؟ پس گرفتن تک تک اون چیزایی که یه زمانی کامل مال خودت بوده خیلی تلخه. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. کمکم کن. نه بمونید لطفا. یه کار دیگه هم با اتون دارم. بفرمایید در خدمتم. مربوط به من نیست. در مورد پدرمه. میخواستم اگه میتونید یه کاری براشون انجام بدین. اتفاق تازه ای افتاده؟ یه داستان خانوادگیه. دنبال یه آدم امن میگردیم. ولی من سرشه ای ندارم تو بازار طلا و دلار و سکه و ارز. نه ماجرای ذره شخصی تر از کار بانکه. بهشون چی بگم؟ میرید پیششون؟ خب احترام بزرگتر که واجبه، احترام فرمایش شما هم که بیشتر. وقتشو تعیین کنید، میرسم خدمتشون. دست شما درد نکنه. پس من بهتون خبر میدم. میخوام باهات حرف بزنم. بزن. جدی. البته اون کسی که قرار بود امروز باش جدی حرف بزنی من نبودم. شما آدرس و اشتباه اومدی. میدونی یه وقتایی احساس میکنم تو عمدن داری منو دست میندازی. سعید. مهران.
من نسبت به رفتارهای تو یه احساسی پیدا کردم. این احساس هم داره اذیتم میکنه. پس چی شد؟ من رفیق بازم و... ببین من ممکنه که به پیچیدگی تو نباشم، همه فکر کنن آدم ساده ایم، ولی همین آدم ساده هم میتونه همه چی رو بکشه، حس کنه. آقا تو رفتارات طبیعی نیست. یعنی چی؟ اصلا حضورت اینجا عادی نیست، اونم که از طرز برخوردت با خانم سالار. چی میگی سعید؟ تا خوشتی؟ پس اون کسی که قرار بود شما امروز جدی باش حرف بزنی؟ اه اه چی کار میکنی؟ خجالت بکش. من شما چیه نگاه میکنی؟ بریم. من نشستم کار میکنم. من نشستم. من هم با منشیش حرف زدم، هم خونهش رو کنترل کردیم. دو روز گم و گور شده. که بیشتر ثابت میکنه به اتفاقای این چند روز اخیر ربط داره. قربان به خدا خوب نیست شما همه کارا خودتون رو اصلا پیگیری میکنید. اینجوری خیالم راحت تره سورتیج. مطمئنم که همه تلاشمو کردم. همین. سلام. ببخشید همه جلسه های امروز لغو شده. شما؟ منم قرار قبلی نداشتم. من فکر کردم شما برای جلسه میشه کارتون رو بفرمایین. آقای پردلجو امروز نیستن. اتفاقی افتاده؟ نه خانم. فقط باشون کار داشتم. میخواستم مطمئن بشم ببینم پیغاممو بهش میرسونید یا نه. نه نه نیازی نیست. خودم انگار زودتر پیداش میکنم. کم کم رابطه ما داره جذاب میشه. با پردلجو کار دارم. قرار شده انگار مدتی آفتابی نشه. البته بدم نیست. رئیس دفتر جناب سالار تو دفتر یه عضو دیگه هیئت مدیره که از قضا با آقای سالار رابطه خوبی هم نداره. جالب نیست؟ من اومدم نامه آقای سالار رو بدم. جالبه. بانک به اون بزرگی نامه رسون نداره. آخه نامه خیلی محرمانه بود. پس کو نامه خیلی محرمانه ات؟ پس چرا به منشیش ندادی اگه قرار بود شخص پردلجو بازش بکنه؟ نامه... فکرم نامه رو جا گذاشتم. بذاریم برم. ببین پسر، تو باهوشتر از اونی هستی که وانمود میکنی. پس به یه سوال من جواب بده. تو دقیقاً توی اون بازی چی کاری؟ بازی؟ کدوم بازی جناب سرگرد؟ چیزی که واسه مینویسم شماره تلفنمه. پردلجو رو پیدا میکنی و بهش میرسونی. میدیش به رئیس تازت. برای من مهم نیست که میخواد بیاد سر کارش یا نه. پیداش میکنی بهش میگی میخوام باش حرف بزنم. در اصل وقت. رئیس تازه؟ با این دو تا بچه میخواین چی کار کنین؟ حال امیرعلی چطوره؟ خوب نیست. الان صورتشو شستم. بیرون منتظره. به طالب آبادی گفتم زنگ بزنه بیام ببرنش. بیرون.
گفتم والدین جفتشون هم فردا بیان اینجا من باهاشون صحبت کنم. شرایط امیرعلی رو فراموش کردین؟ به من حق بدین که نمیتونم شناسنامه همه بچه‌ها رو حفظ باشم. گفتم خودم حلش میکنم. شما نگران نباشید. همش سر این بازی لعنتی بود. بازی چی؟ من با امیرعلی تمرین میکردم. عاشق فوتبال بود. دوستش دروازه‌بان بشه. بعد میومده اینا بازیش نمیدادن. من بهتون گفتم. این بچه ها روحیشون از بچه های عادی حساس داره. وقتی به یکیشون توجه کنین رو بقیه تاثیر منفی میذاره. باشه چشم. چیه؟ چطه؟ چرا خوشگز زده؟ راه طولانی بود، دهنم خوشگیزه بود. یه چای برای خودم ریختم. تا عادت داری مثل عجل معلق ظاهرشی نه؟ به جای این حرفای غم بیارید چایی رو بخوریم. وقت برای گپ زدن زیاده. تلخ بخور عادت کنی. باشه. یه چیزایی شنیدم. گفتم باید از خود جناب پور دلجو همچین چیزهایی رو بشنوم تا باور کنم. مثلا کار تموم شده، دیگه مزاحمم نشید، برید گند کاریاتون رو پاک کنید. همچین چیزهایی رو گفتی؟ ها؟ ایقب بی تجربه، بی فکر؟ از کجا فهمیدی من اینجام؟ آدرس خونه پدریم و زنم هم نداره. همسرتون خانم با کمالاتیه. دو سه باری دورا دور زیارتش کردم. یه چیزی پرسیدم. عادت ندارم سوالام بی جواب بمونه. کسی که اینجا پول میده و سوال میکنه منم. نه تو. ده نده. اینجوری هم نیست. اگه تا الان از رفتار مردونه و انسانی من یه همچین برداشتی کردی، سخت در اشتباهی. من اون مدرام تو دل برو نیستم.
شاید اومدن تو این ماجرا دست خودت بوده، ولی بیرون رفتنت نه. یا این بازی رو میبریم یا میبازیم. اگه بردیم فبه ها، با هم دیگه غمای متقسیم میکنیم. خلاص، پولاش مال من، حال خوش انتقامش مال من، منصب، صندلی، موقعیت، دم و دستگاه یارو مال تو. اما اگه قرار غرق بشیم، اون وقت هممون با هم دیگه میریم تا ته آب. اتفاقا در مورد تو یکی من باید مطمئن بشم، خودم با یه وزنه سنگین پا تو ببندم تا جنازت دیرتر از هممون بیاد رو آب. امیدوارم واضح حرف زده باشم. فردا صبح طبق روال همیشگی تو دفترت باش. شاید کارت داشته باشم. ها؟ بده من بشقاب تو برات بکشم. نه ممنون، من همین سالاد رو میخورم. مرسی. آقا بده برات برنج بکشم. همین بس. ای بابا، نه به اون هیاهوی دیشب، نه به این سکوت امشب. دیگه بس همه، همینقدر که دیشب نصف جون شدم بس. نه دیگه، لیلا قول داده که از این بعد با اطلاع قبلی بره دنبال گنگستر بازی. اینم من که دیشب از شما عذرخواهی کردم، ولی از مادرت عذرخواهی نکردی. میشه خواهش کنم راجبش حرف نزنی؟ معذرت خواهی نمیخواد، فقط امیدوارم اتفاق مثل اتفاق دیشب تو این خونه نیفت. اصلا شوخی هم راجبش نکنی میشه؟ حق با بابای من، از شما معذرت میخوام. با آقای سمی هم حرف زدم، قبول کرد درخواستم. بگم بیاد بانک؟ نه، بگو بیاد خونه. یه خورده کارهای عقب افتاده دارم که باید انجام بدم. بدم نیست یه خورده با خودم خلوت کنم. بله، هممون باید با خودمون خلوت کنیم. مدرسه چه خبر؟ مدرسه مثل هر روز، از صبح میرم کار دفتری انجام میدم. با آقای سمی چی کار داری؟ قرار شد با لیلا یه سری از کارهای مهم و تکلیفش رو روشن کنیم. میخوام ازش کمک بگیریم.